دی استاد بانکداری و اقتصاد کلان مهمان برنامه امشب ما. سلام آقای دکتر. سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمت شما هستم. با ایشون آقای مسعود براتی عزیز گفتگو میکنم. سلام مسعود جان. سلام علیکم آقای جندقی. یارانه شما قطع شده یا نه؟ نه، برقراره. من اول سلام عرض کنم خدمت عزیزان بیننده و شبتون بخیر. امیدوارم که حالشون خوب باشه. ما هفته مهمی رو پیش رو داریم، جمعه انتخابات و تعیین کننده حداقل 4 سال آینده کشور و ریل گذاری ها رو مشخص میکنه و این خیلی اهمیت داره. امیدوارم که همه با یک شور و اشتیاقی در این انتخابات شرکت کنن، هرچند که میدونیم به واسطه وضعیت اقتصادی بحث مشارکت چالش جدی در این دوره محسوب میشه. موضوعمون هم که خب اشاره شد بحث یارانه هاست. تقریبا یک رقابتی بین نامزدها وجود داره برای یک زدن یک سقفی در عدد یارانه، که حالا ببینیم که دولت بعدی دقیقا چه کاری رو باید بکنه یا چه کاری بهتر بکنه. آقای دکتر، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنون که تشریف آوردین در این برنامه. آقای دکتر، نظرات نامزدها رو کم و بیش اطلاع دارید. یک توضیح ابتدایی اگه بفرمایید که یارانه، حالا به طور خاص یارانه نقدی، از چه زمانی وارد فضای اداره کشور شده و این چه احیانا عقبه تجربی داره توی کشورهای دیگه، یا از نظر نظری چه وضعیتی داره، برای شروع فکر کنم بحث خوبی باشه. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. سوال خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، در علم اقتصاد شاید چند دهه هست، شاید بیش از 5 دهه، بیش از 50 سال هست که در علم اقتصاد اینطور به نظر ما میرسه که اگر شما میخواهید واقعا وضعیت افراد رو از نظر معیشتی تغییر بدهید، اگر شما بنا دارید سطح رفاه افراد رو تغییر بدهید، این از طریق انتقال‌های مالی ممکن هست. یعنی از یک فردی باید گرفته بشه، به فرد دیگری باید پرداخت بشه. این یکی از اصول در واقع قانون رفاه هست که بسیار از افراد با این آشنا هستند، منتها در دنیا به این صورت عمل نمی‌شد. حالا چرا به این صورت عمل نمی‌شد؟ یعنی در دنیا، در کشور ما، نه فقط در کشور ما، در بسیاری از کشورهای جهان مثلا یارانه کالای کشاورزی دارند، به طور مشخص مثلا یارانه شیر دارند، یعنی برای شیر خوراکی یارانه پرداخت میشه. سوال این است که چرا این قضیه صورت میگرفته؟ خب نظر سیاستمداران در سرتاسر دنیا این هست که ما میخوایم از اقشار فقیر حمایت کنیم، ما میخوایم از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم، ما میخوایم مثلا سطح مصرف پروتئین رو افزایش بدیم، سطح مصرف مثلا کلسیم رو افزایش بدیم. ببینید، این ادعاها همه زیاد میشد در کل دنیا تا اینکه اتفاقی در ایران افتاد. نه اینکه ایران اولین کشوری باشه که یارانه نقدی داده باشه، ولی ایران اولین کشوری بود که یارانه نقدی مستقیم یکسان داد. این یک شوکی بر ادبیات اقتصادی در دنیا وارد کرد. یعنی تجربه قبلی وجود نداشته، تجربه قبلی به صورت گسترده وجود نداشته. به محض اینکه این اقدام انجام شد در ایران، شاید من خدمت شما عرض کنم یکی از مهمترین سرفصل های علم اقتصاد در طی 10 سال گذشته، حالا جالبه که مردم خودمون اطلاع ندارن، حتی متخصصین، حتی سیاستگزاران اگر اطلاع داشتن خب در مناظرات لااقل عنوان میکردن قضیه رو، ولی به نظر میرسه در داخل کشور اطلاع ندارن. یکی از مهمترین سرفصل های کنونی دنیا برای حفظ معیشت کل افراد، نه فقط اقشار آسیب پذیر بلکه حتی قشر متوسط، یارانه نقدی همگانی مستقیم هست. تحت عنوان یونیورسال بیسیک اینکام شناخته میشه. اگر دوستان میخوان میتونن گوگل کنن ببینن چه تعداد مقاله در طی 10 سال گذشته روی یونیورسال بیسیک اینکام اومده است. یعنی یک درآمد همگانی، درآمد همگانی یکسان به همه تعلق بگیرد. ببینید، دقیقاً کاری بود که ما انجام دادیم. حالا خودمون توبه کردیم. خودمون چی میگیم؟ مثلا میگیم که به 3 دهک پایین جامعه ما یارانه بدیم، یا به 5 دهک بدیم. ببینید، این سخنان از افرادی که من مطمئنم نیت خیر دارند ولی آشنا نیستن با جامعه ایران، خبر ندارند. افرادی که در دهک دهم درآمدی هستن، یعنی جز 8 میلیون نفر ثروتمند، البته نمیشه اسمشون گذاشت ثروتمند، برخوردار جامعه ما هستن، حتی کسانی که در مرز دهک دهم قرار دارند در بسیاری اوقات با کسری بودجه خانوار مواجه هستند.
ببینید اینها واقعیت‌های کشور ما، فقیر محسوب میشن یا فقیر محسوب نمیشن ولی با کسری مواجه هستند. دقت می‌فرمایید، یعنی در ظاهر شما نمی‌بینید، در باطن هر ماه داره سعی می‌کنه که بالاخره این مشکلات رو حل کنه. حالا شما می‌خواید این سر میزان یاران 45000 تومان برای هر نفر، بله، تو اون دهک خیلی میتونه کارساز باشه. در همه دهک‌ها میتونه کارساز باشه. دلیلش این هست که ما می‌خوایم از یک سری از افراد بسیار برخوردار در ایران، چه تعداد افراد بسیار برخوردار داریم؟ به نظر میرسه زیر 1,000,000 نفر، به نظر میرسه زیر 800,000 نفر، احتمالاً صدک صدم درآمدی ما ثروتمنده. دقیق میفرمایید، ولی این ثروتمند خیلی ثروتمنده و خیلی مصرف میکنه و در کل این جامعه، اون جاهایی که ما یارانه غیر مستقیم دادیم، حجم ضایعات بسیار بالاست. متاسفانه یکی از اصول مدیریت اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی این هست که شما سعی کنید سطح ضایعات رو کم کنید، بله، از این طریق ایجاد ثروت و ایجاد ارزش بکنید و در اختیار همه قرار بدید. حالا بعضی از افراد میگن خب اون یک من به عنوان کسی دارم این صحبت ها رو میکنم که تا امروز حتی یک ریال یارانه نقدی بنده نگرفتم. درست، دقیق میفرمایید، یعنی برای خودم من این صحبت رو نمیکنم، شما میفرمایید که 45 تومان، بله، ولی 45 تومان الان 45 تومنه. دقیق میفرمایید، این 45 تومن یک زمانی آنچنان رونق ایجاد شد، 45 تومن شد. ببینید حالا اون باید روش صحبت کنیم که چه کردیم. دقیق میفرمایید، البته من نمیتونم بگم نیت دولت نادرست بود، ببینید، ولی با صداقت باید با مردم برخورد بشه. آقایان محترم دولت، ببینید، بیمه سلامت رو راه انداختن، با مردم صداقت وجود نداره، از کارشناسان هم نظرسنجی نمیشود. این وضعیتی میبینید که الان هست. با. چقدر آیا یارانه سلامت روی رفاه خانوار تاثیر خب. داشته؟ چقدر یارانه دولت قبل، با. یارانه نقدی مستقیم چقدر تاثیر داشته؟ من خدمت شما عرض میکنم پژوهش‌هایی در زمینه یارانه نقدی در ایران انجام شده، اتفاقا نشون میده که در بسیاری مواقع بسیار موفق بود. یعنی شما یارانه مستقیم رو موفق‌تر نسبت به یارانه غیر مستقیم مثلا طرح تحول سلامت می‌بینید؟ قطعاً همینطور هست. اصلا من یک نکته دیگر رو خدمت شما عرض کنم. ببینید، حتی اون افرادی که در صدک صدم درآمدی هستن، چرا در صدک صدم درآمدی هستن؟ آیا یک نوآوری‌های خیلی بعضیاشون هستن، نوآوری داشتن، اما نوآوری ها رو خب در کشور آقای بیل گیتس داشته، در کشور دیگری. دقیق میفرمایید، اینجا نوآوری ما در جذب رانت هست. من برداشتم این هست که ببینید، یک مقاومت خیلی جدی هم وجود داره از اقشار در واقع صدک صدم درآمدی. قدرت بسیار بالاست، اعمال نفوذ بسیار بالاست. بخاطر این از اصول اقتصاد سیاسی، کسی که پول داره از پولش استفاده میکنه که موقعیت خودشو حفظ کنه. بله. ولی اینو خدمت شما عرض کنم، وقتی این رانت ها قطع بشه، بسیاری از این صدک صدم درآمدی ممکنه ورشکست بشن و یعنی ما باید بهشون برخه یارانه بدیم. درست فرمودید، این واقعیت های کشور ماست. شما یارانه ارزی که 50 سال از 1350 تا امروز نرخ ارز رو سرکوب کردید، مرتب یارانه دادید به برخی از افراد، ارز تخصیص دادید، اینا از کشور خارج شده. اینا اگر قطع بشه، یارانه، یعنی الان هم شما معتقدید که ارز داره سرکوب میشه؟ الان قیمت بله قطعا سرکوب میشه. ارز 4200 از کجا اومده؟ آها، 4200 ارز بقیه‌اش هم همینطوره، بقیه‌اش هم همینطوره، بجز ارز بازار آزاد، که اونم ما نداشتیم سرکوبش کنیم. یعنی شما شنیدید، به محض اینکه ارز وارد اقتصاد کشور بشه، بنا هست سرکوب دوباره شروع بشه. درست، بله. ببینید، حتی اون ارز نیما هم تا حدی سرکوب شده. یعنی سعی کردیم مثلا رانت مصرف، رانت صادر کننده رو تبدیل کنیم به رانت وارد کننده. اینا کاراست که ما انجام میدیم، همه جا ازش حمایت می‌کنیم. حالا این نکته‌ای که شما گفتید یه مقدار حالا جالب بود، یکم اینو باز بکنید که اگر یارانه‌ها به صورت مستقیم پرداخت بشه، که گفتید این صدک حالا ثروتمند یا خیلی ثروتمند ورشکست میشن یا حالا فقیر میشن، اینو بیشتر توضیح میدید منظورتون؟ خیلی واضحه. ببینید این صدک صدم درآمدی که ثروتمند شده از کجا ثروتمند شده؟ تقریبا زندگی برای ثروتمندان در کشور ما رایگانه، در کشور دیگه خیلی گران قیمته. زندگی ثروتمندان در کشورهای دیگه هزینه بر هست، در کشور ما رایگان هست. دقیق میفرمایید، افراد هم ما سیگنال دادیم، نه یک روز، نه دو روز، 50 سال سیگنال دادیم، مثلا انرژی ارزان. این انرژی ارزان الان میگن مثلا ماینینگ زدند. خب ماینینگ اشکال نداره، اتفاقا باید تشویق میشد، استخراج رمز ارز انجام دادن، اتفاقا باید تشویق میشد، منتها با قیمت انرژی آزاد باید انجام بشه. میگن ما نمیتونیم کنترل بکنیم. خب وقتی نمیتونید کنترل بکنید، بله همینه، شما باید قیمت انرژی رو حداقل در سطح، حالا ما تحت عنوان مارجینال کاست یا هزینه حاشیه‌ای میشناسیم، حداقل باید به هزینه حاشیه‌ایش برسه. این کارو انجام ندادیم. قبل از این چی بوده؟
فرد می اومده کارخونه سیمان خریداری میکرده، سهام سیمان خریداری میکرده، کارخونه شیشه احداث میکرده، همه اینها، همه این فعالیت هایی که شما شاید بعضیاشو مصداق تولید ملی بنامید، مصداق دریافت رانت هست. ما یک فرصت دریافت رانت در اختیار افراد صدک صدم درآمدی قرار دادیم و اینها استفاده کردند. دقت میفرمایید، به محض اینکه این رانت ها قطع بشه، وضعیت کشور دگرگون خواهد شد. به جای اینکه به یک صدک صدم ما یارانه بدیم، میتونیم به همه یارانه بدیم. دقیقاً اینو میتونیم حق در نظر بگیریم، حق همه ایرانیان در نظر بگیریم، به همه یکسان یارانه بدیم. حتی در کشورهای دیگه بعد از ما، بعد از اینکه ما یارانه دادیم، الان در بحران کرونا ببینید، بعضی عنوان میکردن میگفتن این مسئله بحران کرونا است. عرض کردم که اطلاع ندارید اصلا این بحران کرونا آغاز UBI شده، مثلا در کشور امریکا، مثلا در کشور کانادا، چکایی که برای خانواده ها فرستادن، یعنی به این نتیجه رسیدن هم به همه یکسان باید چک بدید. حتی مثلا در امریکا دارن اون حمایت های دیگر رو یکی یکی میخوان، طرح بعضی هاست که تمام حمایت های غیر مستقیم رو لغو کنند، حذف کنند و تبدیل کنند به UBI. یعنی دقیقاً مثل که ما الان اینجا داریم دربارش بحث میکنیم، مثلا در امریکا الان دارن دربارش بحث میکنن. من مثال میذارم خدمت شما، یک استاد بزرگی هست مثلا در دانشگاه دیویس کالیفرنیا، من یک وقتی صحبت های ایشون رو، این ایشون یه آدم متحوریه، چرا بر علیه امریکا به نفع برزیل رفت شهادت داد در دادگاه WTO، بر علیه امریکا به نفع برزیل. بعد ایشون اومد یک مصاحبه انجام داد، گفت چرا من این کارو کردم. گفت که من در انجمن شیر آمریکا حضور داشتم، دیدم مقررات بسیار پیچیده، قوانین بسیار پیچیده برای پرداخت یارانه شیر تهیه شده. وقتی که ازشون در گوشی پرسیدم، اینا اطلاع نداشتن من یک فردی هستم که مثلا دانشگاهی هستم، فکر کردن از اعضای خودشون هستم. وقتی ازشون پرسیدم که چرا این قوانین انقدر پیچیده است، اون جواب داد برای اینکه کسی متوجه نشه که ما داریم پول میگیریم. دقت فرمودید، مغایر با اون قواعد تجارت آزاد نمیشه. نه نه نه، مسئله اینجا بود که اینها داشتن یارانه غیر نقدی رو به نفع خودشون مصادره میکردن. دقیقاً اون در کشور خودمون هم اینطوره. یعنی بسیاری از مواقع وقتی شما میبینید که افراد به نفع یارانه‌های غیر نقدی تلاش میکنن، چون تعارض منافع وجود داره. درست. این تعارض منافع باید اصلاح بشه. حالا ما حالا بینندگان گرامی پیامک‌هایی ارسال کردن، آقای جندقی چند تا از این پیامک‌ها رو برام بخونن، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. آقای دکتر، حالا سوالاتی هم که مطرح شد مد نظر داشته باشیم. الان یه بحثی که توی همین مناظره ها هم خیلی صحبت شد و خب بعضن اعدادی مطرح شد که اعداد حالا آدم تعجب میکرد از عددشون اینا، و این عنوان یارانه پنهان خیلی هی مطرح میشه. کلان یارانه پنهان چیه و چقدر واقعیه این یارانه پنهان؟ یعنی واقعا یه چیزیه که میشه با یک از پنهان بودن خارجش کرد، آشکارش کرد و استفاده کرد، یا اینکه نه صرفا یک مفهومیه برای تعریف یک چیزی؟ نه ببینید، مفهومی برای تعریف چیزی نیست، یعنی واقعیتی است که ما فرصت سوزی میکنیم. یارانه پنهان از هزینه فرصت اومده. ببینید مثلا ما بنزین رو در داخل داریم لیتریسم 3000 تومان میفروشیم، این بنزین رو ما میتونستیم در دوران تحریم به همسایه ها صادر کنیم با قیمت خیلی بالاتر. دقیق میفرمایید، این در واقع هزینه فرصتی که وجود داره و ما این رو نادیده میگیریم، این رو میتونیم محاسبه کنیم تحت عنوان یارانه پنهان بشناسیم. از کجا من میگم واقعا وجود داشته؟ چون در دولت قبل وقتی بحث هدفمندی یارانه ها انجام شد، شاید کسی اول باور نمیکرد، خیلی ها انقلت آوردن، ولی وقتی اجرا شد دیدن که میشه قیمت حامل های انرژی رو به سطح قیمت های بین المللی رسوند و واقعا تقسیم کرد بین مردم. ببینید این کار بزرگی بود اون زمان انجام شد. من یک دلیلش رو خدمت شما عرض میکنم. بخشی از جامعه هر کشوری افرادی هستن که دسترسی به حساب بانکی ندارند. دقیق فرمودید، اون افراد رو به طور مشخص، یکی از دلایلی که یارانه نقدی قبل از ایران به طور گسترده در کشوری در دنیا انجام نشده بود این قضیه بود. زیرساختش وجود نداشت. زیرساختش وجود، بعضی از افراد اصلا نمی رفتن مثلا حساب بانکی باز کنند. واقعیت این بود که یارانه نقدی وقتی در ایران شروع شد همه رو پوشش داد، موفق بوده در اجرا، این واقعیته. حالا ما میتونیم هزار تا انقلت بیاریم، هزار تا شک بیاریم. بله، یکی از مباحث این بود که اون پولی که در اون ابتدای شروع طرح هدفمندی پرداخت شد به مردم که تقریبا در کلانش سالی 42 تا 45 هزار میلیارد تومان میشد، اون عدد به دست نیومده بود برای دولت. بله، مجبور شد از بانک مرکزی یا جای دیگه
بزنه و موجب تورم شده. البته افرادی که این رو طراحی کردن پاسخ دارن برای این، ولی یک مسئله اون زمان اتفاق افتاده، حداقل بنده از راه دور میتونم خدمت شما عرض کنم، یعنی من اطلاعات دقیق رو الان ندارم که اون زمان چه مقدار درآمد داشت هدفمندی یارانه ها، اما میتونم خدمت شما عرض کنم که اگر شما درآمد حاصل از فروش ثروت، درآمد حاصل از فروش نفت رو بیایید در اقتصاد داخل توزیع کنید، این تورم زاست. این اگر همزمان بشه با هدفمندی یارانه ها، بسیاری از افراد تصور میکنن که هدفمند سازی یارانه ها یا پرداخت یارانه نقدی تورم زاست. مطلقاً چنین چیزی نیست. الان اصلا تجربه موفق ما باعث شده که بقیه کشورها هم با خیال راحت برن به سمت در واقع پرداخت یارانه نقدی یا UBI. بسیاری از دوستان به درستی نگران مسائل عدالت اجتماعی نابرابری هستند. دقیق میفرمایید که چرا باید به همه یکسان یارانه پرداخت بشه؟ صحبت بنده اینه، به خاطر اینکه به هزینه هاش نمیصرفه که برخی رو حذف کنید و برخی رو نگه دارید و خطا در این مورد بسیار زیاده. راهش چیه؟ راهکار داره. راهکار این در دنیا تحت عنوان PIT شناخته میشه. UBI رو قبلا خدمتتون عرض کردم. PIT یعنی پرسونال اینکام تکس. ما در فارسی ترجمه کردیم مالیات بر مجموع درآمد. دقیق میفرمایید. الان من یکی از انتقادام به طرح مالیات بر عایده سرمایه همینه. فرض کنید فردی خونه‌شو میفروشه، مشمول طرح مالیات بر عایده سرمایه میشه، جای دیگه ضرر کرده. اگر واقعا میخوایم عدالت مالیاتی داشته باشیم، این یارانه نقدی رو به افراد پولدارم بدیم، ولی تمام مجموع درآمدشون رو با هم جمع کنیم، آخر سال اینها باید مالیات پرداخت کنن. دکتر، این چالشی که در شناسایی افراد پردرآمد که شما مطرح کردید که بخواد مبنای حذف اونها از دریافت یارانه باشه، خب همین چالش در شناسایی درآمد اینها وجود نداره مگر؟ چرا؟ وجود داره. خب چرا وجود داره؟ مطمئن بشیم که اون گرفتن مالیات بر مجموعه درآمد میتونه این خلأ رو پر بکنه و میتونیم حالا بالانس رو ایجاد کنیم. ببینید مسئله اینجاست. شما میفرمایید که نمیتونیم اقشار ثروتمند رو شناسایی کنیم. در هیچ کدوم از دو مورد نمیتونیم. اگر واقعا نتوانیم که میتوانیم. ولی چرا دوباره کاری کنیم؟ هزینه‌اش خیلی زیاده. هزینه بعضی از افراد نمیدونن. ببینید بحث سر 2000 نفر نیست، بحث سر 84 میلیون نفره. 84 میلیون نفر شما میخواید خطکش بذاری، هر جا خطکش بذاری بی‌عدالتی است. در واقع مساوات خطکش شده، خطش میگید بالاست، ضریب خطا بسیار بالاست، به همه یکسان بدید، ولی تمام سرمایه گذاری انجام بشه روی PIT که اصلا در ایران وجود نداره. من بعید میدونم کشور پیشرفته در دنیا باشه که نظام PIT نداشته باشه، پرسونال اینکام تکس نداشته باشه. ما خیلی ناعادلانه عمل میکنیم. حالا نمیخوام به اون بپردازم. ببینید ما از کسبه جز مالیات میگیریم، هزینه دریافت مالیات بیشتر از اون مالیاتی که پرداخت میکنن. آخه چرا اینا رو اذیت میکنید؟ شما 80% 90% اصلا معاف از مالیات کنید. ما اگر واقعا بخوایم مالیات عمده بگیریم که کشورمون به چرخه، همون 10%، حتی نه همون 10%، همون چند صدک ثروتمند جامعه اگر مالیات بدن، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. خب آقای دکتر، باید مثلا یاران پنهان، الان شما معتقدید که بر اساس اگه محاسباتی انجام دادید، اینا بفرمایید که چه میزان یارانه پنهان وجود داره؟ اگر من قبلا محاسبات انجام دادم، الان مثلا به روز نیستم، چون در یک سال گذشته وقتی شما یک کشوری دارید که نقدینگیش 40% داره رشد میکنه، پای پولیش 40% داره رشد میکنه، تورمش رکورد 75 ساله رو شکسته، بعد وقتی انتقاد میشه میگن که ما بهتر عمل کرد و مثلا در طی ببینید خیلی دیگه سخت میشه از هخامنشی به این طرف داشته. ببینید اصلا خیلی عجیبه برای من این صحبت ها، یعنی بالاخره فردی باید بیاد پاسخ بده، باید عذرخواهی کنه. خیلی بهتره عذرخواهی بکنن افراد، بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما یک جای خطا کردیم، یا مشکلاتی داشتیم، مشکلات رو عنوان کنن، نه که توجیه کنن، عنوان کنن. دقت میفرمایید. ولی ببینید، من برداشتم اینه که یارانه‌ای که الان فقط از طریق حامل‌های انرژی و برخی موارد عمده دیگه ما میتوانیم پرداخت کنیم، برداشت بنده اینه که بالای 1 میلیونه. دقیق میفهمم. اینو با خیال راحت خدمتتون عرض میکنم که بالای 1 میلیونه. بله. یعنی میتونه خیلی بالاتر از 1 میلیون باشه. عدد 2.5 میلیون هم مطرح شده بود توی این چند وقته. بعید نیست. اینجوری خدمتتون عرض کنم، بعید نیست. یعنی حتی 2.5 میلیون هم برای خانواده
دقیق میفرمایید مثلا 4 نفره میشه 10 میلیون، این خیلی رقم بزرگیه. دقیق میفرمایید اگر مردم بپذیرن، متاسفانه بسیاری از افراد به خاطر مقاصد سیاسی زمانی که هدفمندی یارانها انجام شد سعی کردن حمله کنن، هجمه کنن. این سیاست موفقی که الان داره در دنیا انجام میشه و از ما درس گرفتن، در کشور خودمون بی اعتبار شده. اون ببینید حتی این جمله من خیلی شنیدم که در بین مردم رواج داره که ما حاضریم 45 تومن پس بدیم قیمت ها برگرده به نقطه ای که شروع شد بحث هدفمندی. این تقریبا الان یه تصور عمومی شده. اینو شما تصور درست میدونید یا نه؟ ببینید این تصور درسته، یعنی افراد متضرر شدند، نه فقط یک دهک دو دهک، برداشت بنده اینه 9 دهک درآمدی متضرر شدند. دقیق فرمایید، منتها نه از هدفمندی یارانه ها، اتفاقا از سیاست هایی که جایگزین هدفمندی یارانه ها شد، از سیاست های متعددی. مگر ما نیومدیم کیسه کالا دادیم به مردم بعدم فراموشش کردیم، سعی کردیم اصلا؟ ببینید اینها سیاست های شکست خورده 50 سال ما داریم انجام میدیم، اینا مرتب شکست خوردن. یکی از سیاست های ما که سرمشق جهانی شده، حالا همون یه دونه همه حجمه رو همون یه دونه است که موفق بوده. این برای من خیلی عجیبه. چرا کسی نمیگه اون سبد کالایی که پرداخت شد چه به سرش اومد، چقدر ناموفق بود، چطور واقعا عزت نفس مردم رو جریحه‌دار کردن با این نوع سیاست ها؟ این فقط دلیلش این بود که با هدفمندی یارانه ها به شدت مقابله شده بود، هر نوع سیاست دیگری رو ترجیح میدادن به هدفمندی یارانه ها. و به نظر من دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، نه فقط در ایران، در دنیا باید برن به سمت هدفمندی یارانه ها. دلیلش هم خدمتتون عرض میکنم، چرا کشورهای پیشرفته دارن میرن به سمت هدفمندی یارانه ها؟ به خاطر پیشرفت فناوری. این مسئله در ابتدای قرن 20 و در انتهای یا میانه قرن 19 هم در اروپا و امریکا اتفاق افتاده. یعنی چی؟ اون زمان وقتی ماشین جایگزین کارگر شد، یک نسل فدا شدند، یک نسل غذا نداشتند بخورند. اینها کارگرانی که بودند که کار یدی انجام میدادند، ماشین جایگزین اونها شد. دقیق میفرمایید، حتی اگر کار هم داشتن دستمزد آنچنانی نداشتن. اصلا دلیل انقلاب های کمونیستی همین قضیه بود. الان هم اقتصاددانان بزرگی مثلا مثل آقای استیگلیتز معتقدن که به هر حال ما به یک نحوی باید از اقشاری که منتفع میشوند از پیشرفت تکنولوژی ما دریافت کنیم، در اختیار بقیه قرار بدیم. مثال میزنم خدمت شما، ما تعداد زیادی مثلا راننده داریم، اگر اتومبیل ها خودران بشوند، این راننده ها چگونه میتونه معیشتشون رو تامین کنند؟ ببینید خیلی وضعیت مشکل میشه. فقط راننده ها نیستن، داره تحول کیفی در معیشت در سطح دنیا صورت میگیره. راهکاری که ما الان سراغ داریم این هست که معیشت حداقلی همه افراد رو تامین کنیم با پرداخت مستقیم. یک انتقادی وارد میشد و به نظر میرسید که این انتقاد مثلا وارده، ولی بعدن وقتی این پژوهش‌ها انجام شد دیدن دقیقاً در ایران هم انجام شد، دیدن کاملا برعکس اینه. اون انتقادم این بود که میگفتن وقتی به مردم ایران یارانه نقدی بدی، پول نقد بدی، میرن تو خونه میشینن دیگه کار نمیکنند. وقتی اومدیم پژوهش کردیم دیدیم هیچ کس نرفته در خونش بشینه، اصلا افراد یارانه نقدی دریافت کردن، توانمندتر شدن، اگر در روستا هست جمع کرده رفته تراکتور خریده. دقیق میفرمایید، این تخیلات ماست، این تخیلات افرادی که داخل اتاقشون نشستن در رو بستن جامعه رو نمیشناسن. کجا این کار رو انجام داده بودن؟ این کار مطالعاتی رو انجام داده بودن؟ حالا این یکی از اقتصاددانان ایرانی خارج از کشور انجام داده بودن. دقیق فرمودید، ولی یک نکته جالب توش بود، ملاحظه کردن که برخی از زنانی که اشتغال داشتند ترک شغل کردند، بیشتر که تحقیق کردن نرفتن بچه دار شدن. ببینید چقدر به نفع کشور ماست. ما الان یکی از مشکلاتی که در آینده به شدت ما رو تهدید خواهد کرد مسئله جمعیت هست. دقیق میفرمایید، اگر که ما بتوانیم به طور یکسان این یارانه رو پرداخت کنیم و امکان به افراد بدیم که فرزند آوری افزایش پیدا کنه، باز هم این هم به نفع جامعه هست. آقای دکتر، مهمترین چالشی که تو بحث یارانه های مستقیم مطرح میکنن یا یارانه نقدی که مطرحه، از همون ابتدا هم مطرح بوده و الان هی انجام میشه، بحث تورمشه. یعنی میگن که این کار تورم ایجاد میکنه، برای همین میبرن سمت یارانه های غیر مستقیم. بله. یا به صورت غیر نقدی. بله. کالا اینها. حالا این چالش رو شما، من متوجه شدم که شما معتقدید که نه، این اثر تورمی نداره، بلکه اون راههای دیگه اثر تورمی داره. بله، اصلا این اثر ضد تورمی داره. این بحث خیلی مهمی. حالا ما الان وقتمون برای این قسمت دادی یه دقیقه است، شما یه سرفصلی از این بحث رو الان بفرمایید که چرا معتقدید که اثر تورمی نداره، بعد دوباره برمیگردیم و دربارش بیشتر سوال می‌کنیم. ببینید، شما به محض اینکه بازارها رو آزاد کنید، باعث میشید که این بازارها رشد کنند.
درست. موجب رشد اقتصادی خواهید شد. ببینید ما از این طرف میخوایم معیشت مردم رو تأمین کنیم، از اون طرف میخوایم مثل سایر کشورها، شاید بعضی از افراد کشورهای دیگر رو دیده باشن، حتی کشور همسایه ما ترکیه، تعداد زیادی پمپ بنزین اونجا وجود داره، خیلی تمیزه، خیلی مدرنه. چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه قیمت آزاد اینها میره، بعد در رقابت خیلی شدیده. اینکه رقابت شدید باشه، قیمت آزادسازی انجام شده باشه، این موجب رشد میشه. رشد بهترین سیاست ضد تورمی است. خب. ما در سال 92 تا 96 به ظاهر سیاست ضد تورمی داشتیم ولی با رکود. خب ما برمیگردیم آقای دکتر، این بحث رو ادامه بدیم چون مهمترین چالش ما تو این بحث همین نقطه است که ان شاء الله بیشتر باز بکنیم. خب آقای دکتر، به بحث چالشی این موضوع رسیدیم و نسبت این پرداخت نقدی و تورم که حالا هم نگاه مردم رو بیان کردیم در حوزه و میان کارشناسان. من زیاد این بحث رو شنیدم که معتقدن پرداخت نقدی ایجاد تورم میکنه و تجربیات، حالا خصوصا تجربه تلخ آبان 98 که نمونه ای از این بود، یه حتی من دیدم که مثلا رئیس بانک مرکزی سابق هم این بیانو داشت که منجر به افزایش نرخ ارز و بعدش هم بحث تورم عجیب سال 98 شد. شما به نظر میاد که با این رویکرد موافق نیستید، میتونید توضیح بدید که چرا هدفمندی رو سبب تورم نمیدونید؟ ما 50 ساله با یک طرز فکر اقتصادی داریم کشور اداره میکنیم، 50 سال هم است که وضعیت تغییر نکرده. خب اگر یه جا شک کنید بگی ممکنه که توضیحاتی که تا امروز داشتیم ممکنه یک جای کار ایراد داره. بله. ببینید من یک انتقاد الان داشته باشم. ببینید همین فرهیختگان جامعه، همین برنامه که شما هستید، ممکنه که ما یه وقتی فریب بخوریم. این گرگ سالهاست که با گله آشناست. ببینید انتقاد شد چرا شما یارانه 45 تومانی افزایش نمیدید؟ دولت جدید اومد چیکار کرد؟ خب خیلی عجیبه، اومد گفت من یارانه ثروتمندان رو حذف میکنم. اصلا مگر ثروتمندان یارانهشون چقدر بوده نسبت به ثروتشون؟ مگه چقدره؟ چه تأثیری گذاشت؟ سده هک مثلا بوده 24 میلیون نفر میشه بیده. چه تأثیری گذاشت؟ چه تأثیری گذاشت؟ به کی رسید؟ اینکه یارانه ثروت به قرد شما سده هک؟ ما اصلا سده هک ثروتمند در این کشور داریم؟ خب ببینید آخه یک مسائلی هم دقت نمیشه. اون دوستانی هم که تصور میکنن ایرانیان خیلی ثروتمندن، بیش از 1 میلیون ثروتمند داریم، ای کاش اینطور بود، ولی من آمارهایی که دارم، بررسیایی که بنده انجام دادم اینجوری نیست. ای کاش کشور ما خیلی کشور ثروتمندی بود، ولی برداشت من اینه که فقط 1% جامعه هستن که از همه امکانات برخوردارن. حتی نه امروز، ولی مطالعاتی چند سال پیش انجام شده بود، اون صدک صدم درآمدی ایران در سطح ثروتمندان در اروپا و آمریکا دارن زندگی میکنن. یعنی امکاناتی که صدک صدم درآمدی ما داره در شمال شهر تهران از همین نقطه که نشستیم به بالا داره، خیلی امکانات واقعا وسیع این عزیزان دارن، همم نور چشم ما هستن. ولی ای کاش به اون 99 نفرم 99% هم برسیم، نه اینکه سر افراد بخوایم شیره بمالیم. ببینید این آخه ببینید این درست های این ببینید اینها اینهاست که مشکل به وجود میاره. این رو این بس مسئله بعدی در مورد تورمه. مردم عزیز ایران، توضیحاتی که تو این 50 سال بهتون داده شده اشتباهه. ببینید غلطه، این توضیحات غلطه. کشور عراق الان البته این 6 ماه تورمش افزایش پیدا کرده، به حدود 10% رسیده، ولی 4 سال بوده که تورمش زیر 0.5% بوده. کشور افغانستان الان وضعیت تورمی بسیار مناسبی داره. توضیحاتی که در مورد ریشه تورم داده میشه غلطه. این رو دقت بفرمایید. این همزمانی ها، ما هر سیاستی الان مثلا سال گذشته اگر هدفمندی یارانه داشتیم، با توجه به اینکه تورم رکورد 75 ساله رو شکست، قطعا مردم میگفتن به خاطر هدفمندی یارانه ها تورم به وجود آمد، در حالی که ممکنه دلیل دیگری داشته باشه، که قطعا دلیل دیگری داشت. ببینید تورم به وجود نمیاد مگر اینکه آتش تورم، یعنی اون هیزم تورم باید وجود داشته باشه. هیزم تورم نقدینگیه. نقدینگی چگونه به وجود میاد؟ نقدینگی در نظام بانکای تجاری به وجود میاد. نقدینگی از خلق پول بانکی به وجود میاد. خلق پول بانکی هم برخلاف اون مسائلی که در همین استودیو مطرح شده هیچ مشکلی نداره. مشکل حذف نقدینگیه. یعنی وام میده بانک، اصلا از اول بنا نیست برگرده. این وام ممکنه به دولت داده بشه که خیلی وقتا اینطوره. اصلا اعضای هیئت مدیره بانکای دولتی چگونه تعیین میشن؟ باید بگن سمعاً و طاعتا. هر وقت دولت خواست برداره برداشت کنه باید قبول کنن. یا ممکنه مثلا بانکای خصوصی هستن، بانکای خصولتی هستن، اینها وام در اختیار نزدیکان قرار میدن، این وام ها بر نمیگرده. دلیل اصلی رشد نقدینگی اینجاست. البته یک دلیل دیگری هم داره. درآمد نفتی ما تبدیل به متاسفانه پای پولی شده. 50 سال این قضیه ادامه پیدا کرده. بله، سال 98 هم که خیلی شدید بود. بله، راهکارش چیه؟ من برداشتم این بود همه کاندیداهای ریاست جمهوری ما در مورد این صحبت کنن. یه تحلیلی درباره آبان
میشه آقای دکتر، اینکه بله. آبان که اتفاق افتاد بله. مردم خب یک نگرانی دارن از گران شدن. بله دقیقاً. و وقتی گران شدن هم عامل مشخصی داشته باشه، مثلا دولت بله. این نگرانی تبدیل به خشم و اعتراض و اینها میشه، اتفاقی که در آبان 98 رخ داد. بله. بعد این یه ایجاد ناامنی میکنه در حالا ناامنی روانی اگه اسمشو بخوایم بذاریم، و بعد اثر شما تو بازار ارز می‌بینیم. وقتی ارز هم افزایش پیدا می‌کنه به واسطه نوع اقتصاد ما، اثر شما در افزایش قیمت‌های عمومی می‌بینیم و در نهایت تورم اتفاق بله. می‌افته. و خود این باز دوباره ایجاد یعنی یه موتور تولید نقدینگی میشه. بله. یه تحلیل این شکلی وجود داره. این شما این تحلیل رو قبول دارید یا نه؟ نه، قبول ندارم. ببین اول یعنی اثر اتفاق آبان 98 روی قیمت ارز رو کلاً قبول ندارید؟ نه، ببین قبول دارم. منتها شما به تورم اشاره نمی کنید. ببینید چون اینجا الان یه دفعه این شواهد ما میشه موتور تورم دیگه. بله بله بله. ببینید این هست. ببینید تورم، ببینید اگر که اون هیزم تورم وجود نداشته باشه که نقدینگی است که توضیح دادم خدمتتون، نقدینگی از سه طریق الان بله مشکل ایجاد کرده. ما اینجا چند تا برنامه مفصل درباره نقدینگی، کسری بودجه دولت، یکی درآمد نفتی ماست، و سومی این هست که ماشاءالله بانک‌های تجاری به بعضی از نزدیکان اضافه برنامه‌گرده و حالا اون اضافه برداشت دیگه چیزشه، یعنی همین خیلی راحت نقدینگی ایجاد شد. حالا اینکه بانک مرکزی هم مجبوره که حمایت کنه این در واقع ایجاد نقدینگی بدون پایه رو، ایجاد نقدینگی که برنمیگرده، اون بحث دیگه است. پس این سه تا هیزم نقدینگی رو به وجود میاره. هیچ وقت شما اگر هیزم جمع کنید یا مثلا یک انبار بارود داشته باشید یا یک ظرف بنزین داشته باشید، آتش نمیگیره مگر اینکه جرقه داشته باشید. این جرقه اون انتظارات تورمیه. جرقه از کجا به وجود میاد؟ جرقه در کشور ما مردم به درستی از روی تجربه دریافتن هر وقت قیمت ارز افزایش پیدا کرد، دولت نمیخواست قیمت ارز افزایش بده، بانک مرکزی نمیخواست قیمت ارز افزایش بده، زیر بار پرزور رفتند، نتوانستند کنترل کنند. این اتفاقا تعهد در واقع نادرستی بوده که دولت ما داده، ولی داده این تعهد رو و مردم پذیرفتند. مردم میپذیرند که دولت قیمت ارز رو کنترل میکند مگر اینکه نتواند. دقیق میفهمید. ولی اگر اثر رشد نقدینگی خونسا شده باشه موجب تورم نمیشه. دقیقاً فقط یک جمله بگم. آبان 98 با اینکه انتظارات تورمی به حد اکثر ممکن خودش رسید، ولی آبان 98، آذر، دی 98 رو شما مقایسه کنید، حتی تا اسفند 98 مقایسه کنید، نرخ تورم نزولیه. چرا بعد نرخ تورم صعودی شد که حالا بعضیا ادعا میکنن به خاطر افزایش قیمت بنزین بوده؟ نه خیر، چون پول چاپ شد، در اختیار جامعه قرار گرفت، متاسفانه در جامعه ریخته شد، کسری بودجه از محل پولیسازی متاسفانه جبران شد و نتیجه همین شد. این پولیسازی کسری بودجه 50 سال ادامه پیدا کرده، اون باید مجزا جبران بشه. حتی ما اگر میخوایم هدفمندی یارانه ها داشته باشیم، اگر میخوایم یارانه نقدی داشته باشیم، موظفیم که اول تورم رو کنترل کنیم. ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید.